بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، ام المظالم، نژاد پرستی. صفحه 59. بسم الله احد. یک، از میان همه امراض روانی و تاریخی بشر، مرضی کهن‌تر و مخربتر و عادی‌تر از نژاد پرستی نیست که به فضل الهی به واسطه این قلم و نظر برای نخستین بار کشف گردیده است. هرچند که 124 هزار پیامبر برای شفای همین مرض آمدند، ولی هرگز قبل از این مرض ژنتیکی و تاریخی بشر آسیب شناسی و تبیین علمی و عرفانی نشده بود و شفایش نیز بیان عرفانی نیافته بود. و به زبانی دیگر، این کفر بشر است که مکاشفه و تبیین علمی یافته است و نیز شیطان ژنتیکی بشر که چون خون در رکاجاری است، به قول رسول اکرم صلی الله. در این باب ده ها رساله نوشته ایم، ولی در اینجا قصد داریم برخی آفتها و بروزات روزمره و رفتاری و فرهنگی آن را نشان دهیم. تا این کهنه ترین مرض و راز بدبختی های بشر محسوس تر شناخته شود و سرنخهایش به دست آید. دو، آدمی در حیات دنیا به هر مقام معنوی هم که برسد، باز هم از خودپرستی رهایی ندارد. ولی نژاد پرستی یک خودپرستی شیطانی و مالی خوریایی است که حتی غرایز حیوانی بشر را هم فلج و تباه می سازد و از بشر حیوانی شیطان صفت و رذل و بی عاطفه و دیوانه و عذاب پرست می پرورد و نام این فلاکت را عشق می نامد. 3. مسلماً فرهنگ و روحیه نژاد پرستانه بر محور غریزه جنسی و تولید مثل پدید آمده است که حیوانات هم آن را دارند. ولی چرا هیچ حیوان نژاد پرستی نداریم که برای حفظ و بقای نسل خود میل به نابودی هم داشته باشد و آنگاه هم که نتواند نسل خود را تصاحب کند، برای انتقام نسل خود براندازد؟ پس نژاد پرستی یک طبع حیوانی نیست، طبع الهی هم نیست، پس طبع شیطانی بشر است. زیرا هیچ حیوانی پس از برقراری رابطه جنسی قصد تملک جنس مخالفش را نمییابد و فرزندانش را نیز چون به حد خودکفایی رساند رهایشان میکند تا زندگیشان را بکند. ولی انسان نژاد پرست و شیطان زده یا میگاید و میگریزد و یا اگر ماند جنس مخالف و فرزندانش را تصاحب میکند و برده و بنده خود میسازد تا بتواند، و اگر نتوانست انتقام میستاند. نژاد پرستی یعنی همین که منشأ همه شقاوت ها و رذالت های بشر است. 4. والدینی که هیچ حق انتخاب و اختیاری متفاوت از خودشان برای فرزندان خود قائل نیستند، دارای این مرض و شیطنت می باشند. زن و شوهری هم که در قبال یکدیگر این گونند، بنیاد این ظلم را نهادند. 5. پدری که فقط باورها و فرهنگ خودش را برحق می داند و برای همسر و فرزندانش حقی جز این قائل نیست و در غیر این صورت آنها را طرد و لعن می کند، دارای همین شیطان است. و زنی هم که فقط سلایق و احساسات خودش را برحق می داند و غیر آن را در همسر و فرزندانش طرد و سرکوب می کند، یک بیمار نژاد پرست و شیطان زده است. و به راستی بشر اگر تنها حیوان بیمار و دیوانه روی زمین است، از بابت همین مسئله است. 6. آیا به راستی چرا مردی که میگاید احساس خدایی میکند و زنی که گاییده میشود؟
مسئله این است که در این گایش چه فاجعه ای رخ می دهد و چه شیطانی بر نفس طرفین وارد می شود که آنها را انسان احمق و بیرحم و متجاوز می سازد که حتی به فرزندان معصوم خود هم رحم نمی کنند اگر نتوانند آنها را بازیچه هوس‌های خود سازند. به همین دلیل است که بزرگترین دشمنی با دین و ایمان در چنین خانواده هایی پدید می آید، چرا که دین خدا این استقلال وحدانی شخصیت بشر است که به او حق انتخاب و اختیار می دهد و او را مسئول کل سرنوشتش می سازد تا نهایتاً انسانی خدایگونه شود، یعنی موجودی یگانه و بی نیاز و بی همتا و نزاییده و زاده نشده. پس واضح است که مکتب اصالت گایش بزرگترین خصم دین است، زیرا تمام حقوق را بر اساس گاییدن و گاییده شدن و زاییدن و زاییده شدن قرار می دهند و چون خدا و انسانهای خدا پرست بر بیتایی و نزاده بودن و زاییده نشدن زیست می کنند، در نقطه مخالف نژاد پرستی قرار می گیرند. 7. انسان نژاد پرست و شیطان زده همه را شبیه و همسان خودش می خواهد و لااقل همسر و فرزندانش را. این مسئله در سطح کلان از حکومت‌های نژاد پرست نیز آشکار است که همه مردم را مشابه حاکمان می خواهند به لحاظ عقیدتی و راه و روش زندگی. پس می‌بینیم که استبداد و خفقان و ظلم حکومتی نیز و چه کلان همان نژاد پرستی در خانواده است و مهم نیست که توجیه این همسانسازی چه مذهب و مکتبی باشد، هرچه که باشد شیطانی است، دموکراتیک سوسیالیستی و یا مذهبی. 8. پس بدان که حتی کاملترین مذاهب و مکاتب و نابترین شریعتها و عرفانیترین و عاشقانه‌ترین علوم و حکمت و مذهب هرگاه که حربه سلطه بر دیگران شود و کسی بخواهد به واسطه‌اش دیگران را همسان خود سازد، آن فرد و آن مکتب شیطان زده شده است و این حقانیت جهانیه لا اکراه فی الدین می باشد که خداوند این را میزان حق و باطل و رشد و تباهی در جامعه قرار داده است و هر که این میزان را نادیده انگارد به شیطان نشاد پرستی مبتلا شده است، حتی اگر عالم ربانی و علامه دهر باشد. 9. پس بدان که هیچ کسی حق ندارد عقیده و سلیقه خود را به زور به همسر و فرزندانش تحمیل کند و اگر نپذیرفتند انتقام بستاند، حتی اگر نظرش کاملا بر حق باشد. 10. پس بدان که اتفاقا بر حق ترین باورها و نظرها بیش از سایر اعتقادات در خطر شیطان زدگی قرار دارد و شیطان نجات پرستی و همسانسازی به توحیدی ترین نظریات نزدیک تر است، همانطور که شیطان همواره در کمین مؤمنان است و با کافران کاری ندارد، زیرا کافران با دین خدا کاری ندارند و با حقیقت بیگانند و اگر شیطان به آدم و حوا یعنی زن و شوهرها اینقدر نزدیک است، به این دلیل است که این رابطه قلمرو کمال رحمت و هدایت الهی است و ازدواج از اهم واجبات است و شیطان شجره بر رحمت این رابطه وارد می شود تا آن را به عداوت بکشاند و طرف این را گمراه سازد تحت عنوان عشق که اسم مستعار خودپرستی نژادی است. 11. مثلا این از شیطنت و ظلم نژاد پرستانه است که فردی رضایت خانواده و نژادش را محک هر انتخابی در زندگی قرار می دهد و نه ارزش های الهی را، هرچند که حتی اگر آن مذهب و اخلاق هم موروثی و نژادی باشد تبعیت از آن هدایت بخش نیست، چرا که اصل هدایت بر حق انتخاب عالمانه و محققانه است. 12.
این حقیقت را نیز باید درک کرد که فرار از خانه و خانواده و به طور کلی فروپاشی خانواده در عصر جدید نتیجه تاریخی عمری ظلم درون خانوادگی می باشد. ظلمی که تحت عنوان عشق تقدیس می شود. بنابراین راه رهایی از این ظلم فرار از خانه و خانواده نیست، بلکه ماندن و جهاد کردن بر علیه این ظلم است. زیرا چه بسا کسی که از خانه می گریزد فردی سلطه‌گرتر و ظالمتر است که نتوانست ستم خود را بر خانه حاکم سازد و اینک می رود تا با اقتداری بیشتر برای انتقام به خانه و نژادش بازگردد. 13. بدان که اصل تنه شیطان شجره موجودیت زن است، زیرا مهد تولید مثل است و لذا زنان بدین وسیله خود را خدا میپندارند و از رحمتی که خداوند در آنان نهاده به عنوان حربه سلطه بر علیه شوهر و فرزندان خود به کار میگیرند که این لطیف ترین نوع شیطنت و ستم و تباهی در خانه است که معمولا اگر مردان تسلیم این سلطه نشوند به روش‌های لطیف آنان را از خانه می‌رانند و ولایتشان را بر سر فرزندان قطع می‌کنند تا فرزندان را به تمام و کمال ببلعند. و این علت العلل فاجعه است که این دوران را تباه ساخته است، که مردان را تبدیل به مفسدین جنسی نموده و فرزندان را دچار واژگون سالاری هویتی ساخته است. ولذا شاهد پیدایش نسلی هستیم که دخترانش مرد وارند و پسرانش زن صفت، و این زمینه همجنسگرایی در عصر جدید است که باعثش مرد خاری و بچه خاری زن است و بی غیرتی و بی ایمانی مرد. 14. به زبان ساده باید گفت که نژاد پرستی حاصل نبردی بین زن و شوهر است درباره حق گایش، که آیا گاییدن برتر است یا گاییده شدن. پس بنگر که چسان حقیر و مبتذل و بی وجود است چون این بشری که حقی جز در گایش جستجو نمی کند، حقی که حیوانات درباره اش به صلح رسیدند و بشر خونخوار شده است، ولذا در این نبرد حتی همین حق حیوانی را هم از دست می دهد و به خودگایی یعنی خود ارضایی و همجنسگرایی مبتلا گشته است، و این سقوط از حیوانیت است که قرآن کریم اکثر مردمان را پست تر از حیوانات نامیده است. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. قرآن. به راستی که نژاد پرستان به دستان خود به قتل می رسند و صهیونیزم بزرگترین عبرت و حجت این خودکشی و سیمای آشکار خونخاری بشر نژاد پرست و پایین تن پرست و عورت پرست و شیطان پرست است. 15. این سقوط و خودبراندازی عذاب غفلت از بالاتنه و جمال الهی همسر است که او را در پایین تن هلاک کرده است، یعنی نژاد پرستی و گایش پرستی عذاب غفلت از جمال الهی بشر است که سر آفرینش و اساره کل علم و عشق و کرامت خدا در انسان است. پس نژاد پرستی واضح ترین نماد حماقت و شقاوت بشر است. 16. بدان که انسان نژاد پرست موجودی حریص و شهوت‌باره و ربایی یعنی فزونی طلب و جاسوس مشرب و حقیر و بیرحم و خونخوار و نابودگر است و همه رذایل بشری از محصولات این شجره خبیث است، و اسرائیل ملتی قلابی است که بر این مذهب تأسیس شده و عبرت جهانیان گردیده و قتلگاه همه نژاد پرستان روی زمین است و انواع نژاد پرستان را در سراسر جهان به خودش مبتلا ساخته و با خودش به نابودی می کشاند، زیرا ذات نژاد پرستی عداوت با نژاد است، همانطور که ذات عورت پرستی جنگ با آن است.
انسان نژاد پرست برای اثبات خود به نژادش جهت پرستیده شدن به انتقام از نژادش میرسد و لذا همه عواطف درون نژادی وارونه است. 17. پس همه مظالم و مفاسد و عذابهای بشری حاصل عورت پرستی بشر است که حاصل انکار و غفلت از جمال الهی انسان است و هر ستم و بیرحمی و شقابت و انحطاطی که در هر خانه و شهر و قومی میبینی حاصل این شیطان است که به جان انسان افتاده است. 18. اگر کسی را در دام ربا و وام ها اسیر میبینی حاصل نژاد پرستی اوست که میخواهد همسر و فرزندانش را از خود راضی کند نه خدا را. پس ربا که جهان را در خود میسوزاند محصول مستقیم از نژاد پرستی و عورت پرستی است. 19. همه تشنجات بی پایان زناشویی حاصل نرخ گذاری بر سر عورت است و نتیجه این که بچه مال کدام عورت است، عورت نر یا ماده. 20. فرار جوانان از خانه که منشأ اعتیاد و فحشا و ایدز است علتی جز نژاد پرستی و جنگ عورت بین زن و مرد ندارد که چه کسی باید خدا و شاه باشد. و ما بقیه ماجرا را بخوان از این مجمل.